بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام و على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ازان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته الله متعالی شکر سپاس میگیم که این توفیق و به ما داد که بتونیم در ظهر یک شنبه دیگر با برنامه عظمت نبوه در خدمت شما ازان محترم باشیم برنامه که به سیرت گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم میپردازه و هسيم در خدمت کارشناسایز محترمه برنامه استاد ملاي استاد خیلی خوشم خواهش میکنم ممنونم برادر عزیز بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم امين متقابلنا أعزائي ابو تمام عزيز نور السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکات و صلوات برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. خوشم اما از زن بیننده، موضوعی که برای برنامه امروز از متن ما در نظر گرفتیم، یکی از واقعیات و اتفاقاتی که در سیرت نبوی اتفاق افتاده و اون هم واقعی هدیبی، غضویه هدیبی یا صلح هدیبیه هست که پیامدها و دستاوردهای بزرگی رو برای این امت در پی داشت که مقدمه فتح مکه بود در حقیقت و با استاد مولایی انشالله این موضوع پی خواهیم گرفت اما استاد مولایی گرامی واقعی هدیبیه در بگیم چه شرایط زمانی به وقوع پیوست که کی بود چه تاریخش کی بود سال چندم هجری و مسلمان ها در چه شرایطی قرار داشتند که این صلح در حقیقت به واقع پیوست بسم الله ما غالبا عبارت هایی را به عنوان موضوع انتخاب کردیم که غالبا در مصادر و منابع اصیل تاریخی اسلامی به کار برده شدن بله غزوه حدیبیه و شاید این نام برای خیلی از بینندگان عزیز ما که من غریب, باشه. غریب که باشه هیچ بوی یک نوع جنگ تلبی یا مثلا خونریزی یا قتال به خاطر برداشتی که از غزوه دارن کلمه غزوه بله من حالی این گونه نبوده. در حالی که اینگونه نبود در حالی که اینطور نیست در حالی بله. که اسلام رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسالت جهاد و مبارزه در راه اعلای کلمه حق بوده یعنی تحقق عبودیت و بندگی برای الله سبحانه و تعالی بندگان را به سوی الله دعوت کردن فراخواندن هر نوع حرکتی هر نوع تلاشی هر نوع کوششی را غزوه جهاد و مبارزه نام گرفته شده بله ولی زا حدیبیه خب اسم منطقه است اسم دشتی است که امروز هم به همون اسم به نام حدائق و بوستان ها و باغه های معروفه اون منطقه امروز در چند کیلومتری به صلاح شمال غربی مکه مشهور هست به نام شمایسی یا حدیبیه حتی و در اونجا مسجد بزرگی است به نام مسجد الردوان بله. چون بیعت رضوان در اونجا صورت گرفت ولی رسول الله علیه و السلام سلام سر علیشان. این که این حرکت پویا را در جهت غافل گیر کردن قریش در خانه هایشان، در محل موطنشون در زادگاهشون رو برای یکی از معتبرترین و قدیمی ترین عبادت هایی که همیشه عرب به اون افتخار میکرد و علال خصوص قریش در سرآمد عرب های دیگر برای اون خدمات رو ارائه میداد و اون عمره و زیارت خانه خدا بود خانه خدا بود بله که خود را متصدی اون میدونست و خود را حامی اون را میدونست و خود را محبوب اون میدونست و لذا این ارث ابراهیمی را در می کشم. بله در میان خودش داشت و به اون افتخار میکرد بله حالا رسول الله علیه الصلاه و السلام در دست یا هفته قبل من خودم تنها بودم و به همین خاطر جای شما که خالی بود من موضوع را مطرح کردم و در اونجا عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که بعد از برچیده شدن بساط یهود با غزوه بنی قریزه در مدینه به عنوان کیان یهود به عنوان کیان یهود به عنوان یک هسته مؤثر در جامعه مدنی بساتشون برچیده شد ولی اون که افراد و ها و شخصیت‌هایی در مدینه باز تا عهد رسول الله و بعد از وفات رسول الله هم زندگی می‌کردند. وجود, داشتن. وجود داشتن. زندگی ولی بله. مؤثر نبودن در سیر حرکت مدنی در سیر سیاست‌ها، در تحالفات در ائتلافات در الآخری. به عنوان یک شهروند زندگی میکردن و حق خودشون را داشتن بله ولی با برچیده شدن بساط و کیان یهود در مدینه منوره رسول الله علیه و السلام اه... بعد از غزوه حدیبیه بعد از غزوه به صلاح بنی قریزه فرمود که ما الان است که به سوی آنها می‌رویم ما آنها را غافلگیر نمی‌کنیم ما با آنها می‌جنگیم و سر ستیز داریم یعنی یعنی که دیگه از قرش گرفته تا سایر دشمنان دیگر حوث حمله به مدینه به سرشون نمی‌زند و اون قدرت و اون حیبت و اون لشکری که باید فراهم کنند و داشته باشند نخواهند داشت باید. اینجا بود که در این مدت چند ماهی بعد از غزوه خود غزوه بنی قریزه رسول الله علیه و سلام غزوه های کوچک و سرایای های کوچکی رو برای محقق شدن آرامش و تحقق از عدم یورش های ناگهانی در اطراف مدینه گسیل داشت که ما به اون در اشاره کردیم رسول الله علیه و سلم بعد مطمئن سلام. شد الان اوضاع آرام هست دیگه مردم از جنگ خسته شدن از مناوشات و یورش ها و حمله ها دیگه دست برداشتن تا یه حدی هم سرکوب خوردن این کورش دیگه جورت اینو نداره که بخواد نداره داره. ولی اومد دست به یک یک حرکت پر مخاطره زد و اون احتمالش هم میداد که قریشی که تا به دیروز تمام لشکریان و همپیمان و خودش را بسیج کرده بود که مدینه را خفه کنه در نطفه ولی با این حال الان میخواد بره به خود مکه بره بلده. به خانه اونها بره در کنار مکه در کنار کعبه تکبیر بگوید در مرکز آی... حکومت اونها در مرکز حکومت و مرکز قدرت و سیطره اونها آیا این امکان داره؟ ولی معرخی میگن که رسول الله علیه و سلام خواست تمامی همپیمانانش از عرب و بقیه را هم به مصاحبت به طلبت که اونها بهانه جویی کردن در سوره فتح که سوره بعد از صلح حدیبیه نازل شده بعد از غزوه حدیبیه نازل شده است به این مطلب اشاره شده شد. سیقول و المخلف و المخلفون من العرب شغلتنا اموالنا و اهلونا لنا بله عرب هم بودن کسانی بله. که به اندک بهانه خواستند شانه خالی, خالی کنن مسئولیت خب تازه مسلمان هم بودن شاید حقم داشتن اونقدر ایمان راسخ در قلبشون نبود اونقدر باورهای ایمانی هنوز بهش نداشتند هنوز خودشون را در فتح ثقافه و فرهنگ پایینتری زندگی میکردن خود اصالتا دهاتی بودن همین مشکلات رو هم داره ولی از قرآن کریم از اینها یاد میکنه سیقول لک سیقول لک المخلفون من العرب کسانی که تخلف کردند به تو رسول الله علیه و از اعراب خواهند گفت که شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لا نه، یعنی اموالمون و اولادمون و خانوادمون و اینها ما را چیکار کردن مشغول به خودشون مشغول کردن نگذاشتن در این سفر همراه تو باشین در قرار غزفه و حرکت چون حرکت بله. های پیامبر حرکت های مخاطره بود ولی اون که برای یک صلح عادی باشه احتمال حمله احتمال یورش احتمال به قتل و کشتار از طرف مخالف بود وجود داشت بله دشمن هم وجود داشتن بله. ولی اینها باز هم اعتیاد کردن با پیامبر نبودن آن عددی که بودن همان مهاجرین و انصار بودن 1400 نفر به بیشترین روایاتی که نقش شده است از در منابع تاریخی و منابع سیره 1400 نفر بله. همراه رسول الله علیه و سلام در اوائل سال در اول سال دوازدهم سال مزد میخوام هفتم هجری و بعضی هم میگن به روایت امام بخاری در سیر کتاب صحیح سال بخاری ششم هم به ششار شد بله زل یعنی, زل قعده یعنی قعده فاصله بین اون اون میشه و تقریبا یکی دو ماه بله. این تخمین ها در تاریخ همیشه وجود دارد چون تاریخ دقیق اون روز در دست نبوده بله. در در زلقعده سال ششم یا هفتم یا به سلا ربیل اول سال هفتم اون که شما فرمودید استاد ملاید و اینم این حالا چون شما فرمودید که هدیبیه مشهوره در تاریخ یا در سیرت به غزوه هدیبیه بله اما وقتی در منابع سیرت حالا میخونیم به تصمیم رسول الله صلی الله علیه و مبنی بر عمره رفتن هم اشاره شده بله. آیا قصدی که رسول الله صلی الله علیه و برای حالا بگیم هدیبیه داشتن از اول غزوه و اینکه حمله به مکه بکنه یا اینکه نه همون عمره هست که عمره گذاردن که شاید اینو پیش بینی میکرده که این عمره که میخواد بره منجر به درگیری بشه نامگذاری ها غالبا بعد بعد بر حادثه گذاشته میشه حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم غالب حرکتاش اسم نداشته مثلا برای یک حرکته خب این حرکت ممکنه قتالی باشد ممکنه قتالی نباشه مثلا بدر هیچکس کس نمیدونست که مسیر آخرت در بدر خواهد بود ولی چون به اونجا خاتم پیدا کرد مورخین و افرادی که ناقلان روایت تاریخ بودن در اسلام گفتن حادثه چی؟ بد. بدر, بله. یا در احد همینطور وقتی که در احد مجبور شدن در اونجا سنگر بگیرم از خودشون دفاع کنن و از مدینه دفاع کنن به نام احد و همچنین و در حقیقت ده... یکی از تاکتیک جنگی این در حدیبیه در رسول الله علیه و سلام رو مد نظر داشت نه صلحی در اونجا مد نظر بود نه بیعتی بله. هیچ کدوم از اینا نبود بله. هدف رسول الله علیه و السلام از این خروج که هدفشون به جای آوردن عمره بود بس بله به همین خاطر با سلاح مسافر که همون به حال یه شمشیر و یک نیزه همراه خودشون بود که در سفرهای بر خطر آن زمان که روزها و هفته ها طول میکشید، و بعض ماه طول میکشید، یه سلاح برای دفاع از خودشون در مسافرت داشتن معروف به سلاح مسافرت سلاح سفری نه سلاح جنگی چون سلاح جنگی دیگه عده و تجهیزات خاص خودش را داره و انسان با غالبا با اس میرود و اسب هم سفرهای طولانی نمیشه رفت اونها با شطور رفتن بلد. و در این سفر اونطور که معروف است رسول الله علیه به ابیار علی یا همون نزول آمد در اون... اول به اونجا آمد به اونجا آمد در اونجا عمره یعنی نیت عمره کرد یعنی از میقات از جایی میخات. که میقات هست. میقات بله نیت عمره کرد لبیک به عمره گفت هفتاد شطور همراش بود هم که هفتاد بدن شطور همراش بود خب بله. به عنوان قربانی افتاد نفر شطور آه نفر و در قرآن از لفظ بدن استفاده ده ده شده ولی بود نجعلناها لكم من شعائر الله لکم فیها خیر و جمع بدنه هست میدونی که بله. و اون شطورهایی که خاص برای قربانی سوق داده میشه بهش میگن بود یا بدنه بله. و رسال رسول الله علیه و سلام هفتاد شطور را با خودش هم آورده بود برای قربانی کردن مسیر را طوری بارها عوض کردن تا اینکه خط شناسایی دشمن تخمین دشمن را گم کنند نتونن شناسای شناسایی شناسایی کنن. مسیرشون شناسایی کنن. با اینکه رسول الله علیه و سلام بسرو بن صفیان خزاعی کعبی رو قبلا فرستاده بود تا اینکه حوزا به مکه به اطراف مکه تا اینکه اوضاع قریش را بررسی بکنه آیا اونها حد میزنن که ما داریم به اونجا میریم آیا اون... دارن از این, این ماجرا آیا اونها آمادگی جنگ دارند آیا تدارک جنگ میبینند؟ یعنی همه اینها را بررسی کرده بودن رسول الله علیه و ولی از زا... رس... رسل... رسل... رسول الله حساب شده در کل حرکت میکن. حرکت میکرد ده. و همه احتمالات میداد و احتمال این میداد که جنگ بشه احتمال این میداد که بعض بارش گردونن احتمال این میداد که اصلا آرام وارد بشن همه احتمالات میداد و برای هر احتمال هم راهکار خودشون را کار مدن از داده بود اهلی. و رضا رسول الله علیه و سلم علی وقتی که دید که اعراب و بقیه کسانی که فراخان داده بود تا این سفر همراهی بشن نیومدن حد زد که احتمال دارد چون اکثر کسانی که باش بودن همون مهاجرین بودند و تعدادی هم انصار باشون بودند که الان مسلمان شده بودن و در این مدت امرای علیه و سلاسان برای عمره داشته می رفتن. این احتمال می داد که هر لحظه ممکنه که محاصره بشن و هر جا ممکنه باشون درگیری جنگ بشه ولی از رسول الله علیه و سلام فکر جنگ را از سرشون بیرون کرده بودن توری و می که با تمام دشمنی که بین اونها و قریش وجود داره ولی حداقل حرمت خانه خدا, خانه, خانه خدا را نگه می‌دارن نگه می‌دارن حرمت زائران خانه خدا هم نگه می‌دارن می ولی در یکی از این کسانی که بعد مشخص شد در حدیبیه وقتی که رسیدن به حدیبیه مسیرها رو زیاد عوض کردن تا بالاخره رسیدن به حدیبیه در اونجا چاهای آبی بود که کاروان‌ها از مسیر حرکت می‌کردند از مکه سفرهای تجاری به طرف شام از اون مسیر حرکت میکردن بله رسول الله علیه سات و سلام اومدن در حدیبیه و استراحت دادند به کاروانشون به کاروانشون استراحت دادن قبل از اینکه به حدیبیه برسن یک ماجرای خیلی زیبایی هم پیش اومد و اون این که در اسفان گفته شده که لشکریان خالد ابن ولید خانم ولید در اون زمان هنوز مسلمان نشده. مسلمان نشده, بود و با تعدادی از لشکریانش و اومدند که حمله کنند ولی رسول الله علیه و سلام مسیر را عوض کرد و با آنها درگیر نشد مجبور به نماز خوندن شد در اونجا یکی از موارد بود که نماز خوف به جا اومد و دقیقا در روبرو دشمن قرار داشت و مجاهدین را به دو صف تقسیم کرد یه صف امرای پیامبر نماز بخوندن بلند می شدن. و دوباره نگهبانی میدن صف دوم دوباره رکعت دوم رو امرای پیامبر میخوندن بله. و گفته شده که یکی از مواردی که نماز خوف خونده شده یا همون نماز جنگ در همین غزوه خدیبیه بوده که به همین خاطر اسم غزوه بهش گفته شده بله. علت این که هم غزوه بهش گفته شده شاید این بوده که مواردی که دشمنان احتمال حمله میدادن مثل الان حمله خالد بن ولید یا دیگران احتمال درگیری و جنگ وجود داشته برای اینه که بهش میگن غزوه رسول الله علیه و سلام بعد از چند روز صلاح حرکت سلام. به حدیبیه رسید در کنار چارهای حدیبیه اتما... دستور مثلا استراحت کاروان داد بده. اینجا بود که قریش وارد مذاکره شد قریش خبردار, شد, خبردار شد که رسول الله سلام داره میاد به مسلمان بله بله. به همین خاطر اونها را محاصره کردن در حدیبیه قریش مسلمان ها را محاصره کردن بله. ولی از اونجایی که دیدند که رسول الله علیه و تسالام با سلاح جنگی نیومده. و گفته شده در یکی از این موارد کسی بود از میان عرب با های عربی بود که فلسطانی قریش بود و اتفاقا از جمله کسانی بود که احترام خاصی به قدسیت خانه خدا قائل بود. رسول الله علیه و دستور داد که شطرهای قربانی رو چیکار کنن شطر قربانی یه چیز رو به مثلا به گردش آویزان میکردن که مشخص بشه و یا دست و پاهاشون رو میبستن به یه طوری بلد. خب اینها را گفتن که حرکت بده جلو اینها تا اینکه بدونن که ما معتمر هستیم و نه چی؟ نه مجاهد در این حالت وقتی اینها را سوق دادن این بله صدها شطر داره از همون جمعه خب هفته تمال پیانبر تنها بود صلی الله علیه وسلم بخیه همار صحابه های دیگر بله. وقتی که شطرها رو سوق دادن از اون جلو به صلا اطراف مقر قرارگاهی که اومده بودن پایین وقتی اونها رو دیدن این همه شطر آوردن برای قربانی برگردیم برگردیم اینها نیومدن برای این جنگ بله. نیت جنگ ندارن ندارن فورا رفتن خبر دادن گفتن نیا کنید این چرا اومدن عمره کنن اعترامش رو دارید. بله قریشیان کسی علی سیاست بدن برو بشین <applause> مرشین تو علی سیاست نیستی تو همینطور که دیدی به حال یه دو نفر ده تا شطور جلو بود حرکت دادن دلت به رحم, رحم اومده و خواسته از اینا بگذری شان اینا چیزی پشت پرده داشته باشن به همین خاطر قریش هم ساده نبود قریش علی سیاست بود اهل جنگ بود دنیا دیده بود به همین خاطر افراد گوناگونی را برای سفارت در این امر مهم جابجا کرد از جمله اونها اوروی ثقفی بود بله قروه شخص بسیار جا به جا کرد و چه یعنی یه ای نفر فرستاد موفق نشد بله. شخص دیگری دوباره میفرستاد بله. برای اینکه قریش به دنبال این بود که به یک سازوکار درستی برسه به توافق که نه اینها رو کاملا رد بکنه بله. و نه کاملا اینها رو چیکار کنه اجازه بده میخواست دنبال یک راه حل مناسب بود به همین خاطر چند نفر را فرستاد یه نفر فرستاد معافانه شد برش کردن نفر دیگر رو فرستاد دوباره نفر دیگر آمد حالا اگر لازم باشه من اسمشون رو کم کم یکی یکی میبرم چون اون گونه که در حالا وقایع سیرت هم اومده اونم ام. اینکه که انگار مسلمان های رسول الله صلی الله اول قرار بود که عمر رضی الله تعالی رو به عنوان سخنگو و مذاکره کننده پیش بره برای... بعد عثمان رضی الله تعالی گفتن که عمر رضی الله تعالی عنه قریشیان خب. بحث... باشه بله اون به اینجا ربطی نداره. نه، اون بس به رضوانه. صلح حدیبیه؟ نه، صلح حدیبیه هنوز پیش نیومده. بعد باید. از صلح در مقر صلح حدیبیه بود که وقتی رسول الله علیه الصلاه و السلام خواست مثلا را بجا عرصان. کنه، بفرسته در واقع برای مکی چون میگن بیعت رضوان حالا در بعضی برخی منابع اومده که در مسیر همین صلح حدیبیه بوده. همین جاست. ولی باید. مرحله بعدشه. مرحله بعد. مرحله بعدشه. چرا چون در زمانی که عثمان بن عفان یا قبل از آن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یا قریش علاوه بر اینکه بحث را دنبال مم. می کرد با گشتی هاش، با لشکریانش با فرستادهاش در عین حال افرادی ها را هم میفرستاد به عنوان سخنگو اول بیر نگاه کنید اینا چی کار, هستن کار حسابشون چی بله نه قبل از همه چیز اینا چی کار هستن آیا محمد با اصحابش هستن آیا با صورت جنگ اومدن آیا واقعا میخوان ما را غافلگیر کنند، آیا پشت سر اونها لشکر دیگری نیست که بخوان حمله کنن یعنی همه این احتمالات رو به هر اونها جنگ دیده بودند و دنیا دیده بودند، میفهمیدن که باید چیکار کنند، به اون سادگی هم وارد جریان نمیشدن بله اینجا بود که وقتی رسول الله علیه و سلام در اولین مرحله خواست که عمر خطاب را به عنوان سخنگوی خودش بفرسته به مکه بل. از عمر معذرت خواست گفت یا رسول الله تو میدونی که بنی عدی کسی وجود نداره که از او حمایت کنه من بعد از اسلامم سختگیرترین شخص نسبت به قریش بودم دشمنشون بودم من بر جان خودم امنیت ندارم الان اونجا برم هیچ کس هم نیست که من در پناه اون در جوار اون وارد مکه بشم بله. بهتره که به جای من حضرت عثمان, عثمان, عثمان رضی اون از کیه؟ از اموی هاست و وزنی دارن تو کارشون و احتمال این که از برادران نسبی و سببی اینها حمایت کنند یه چیز قطعی هست ولذا رسول الله علیه و سلام بله. کرد عثمان رضی الله عنه رو فرستاد برای مذاکره با برای مذاکره تا بره و وارد چی بشه مکه بشه مکه بشه <تصفح> همین کار شد و رسول الله علیه, علیه و سلام در همون گیردار بود که بحث به تردان پیش اومد وقتی که دیل. از عثمان تاخیر کرد از بازگشتش رسول الله علیه, علیه و سلام اعلام بیعت کرد به نام بیعت موت یا بیعت حرب یعنی اونها تصورشون این بود که قریش عثمان رضی الله تعالی رو به قتل رسوند تصورشون ای ای این, بود این شایعه منتشر شد این شایعه منتشر شد که چرا عثمان بن عفان تاخیر کرده بله. احتمال زیاد می رود که چیکار کردن کشتنش اونو کشتن بله با اینکه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه خب از یک حسانات خاصی برخورده بود داره مکه و وارد مکی که شد کسی به اون اذیت آزاری نکرد بله چون بنی امیه در ساختار مکه یه حرفی میزدن از باب سیاست همیشه سیاست مداران مکه از که بودن؟ بنی امیه بنی بودن, بودن. بله. بنی امشون بود لذا به خود حضرت عثمان نکردم نکردن بلکه اون را با احتیاط گذاشتن که عمرش انجام بده و بعدم خبر این که ما آمدیم به نیابت رسول الله به شما خبر بدیم که پیامبر با همراهانش اومدن برای چی؟ برای عمره و هیچ کار دیگه ندارن بله. حتی دعوتش کردن حتی خواستن که بمونه گفت نه خیر من بدون رسول الله در مکه نخواهم و باید برگردن بله. برگشت رسالت پیام خودش رو رسون وظیفش انجام داد و برگشت در هم... این تاخیر در برگشت چرا؟ آه،, آه، تاخیر در برگشت میگن که شاید سران مکه میخواستن اون رو قانع کنن به یک مثلا رأی و فکری یا محاوره ای باز داشته باشن گفتمانی باش داشته باشن بله. که این طول کشید این طول کشیدن این گفتگو به سیاسی بود گفتگو یه ساده ای نبود که به سادگی تموم بشه بله مسلمان ها رو نگران کرد نگران, نگران, کرد و این شایعه منتشر شد که احتمال زیاد میره که از کشته شده باشه بله چون قدر و خیانت دیگه در مراحل جنگی و تاکتیکی احتمال داره با این که این کار از طریق قریش یعنی تا حدی بعید به نظر می رسید. چون اونها سیاست مدار بودن میدونستن که سفیر محترم است و هیچ کس سفیر رو اذیت نمی و بالاخره خود اعراب هم یک سری اخلاقیاتی داشتن, داشتن بره. که به این چیزها اعترام می بله. بل. رسول الله علیه السلام اعلام یا کرد بلی. اعلام کرد که با من بیعت کنید اگر عثمان چون خروج رسول الله برای عمره بود هدفشون به جای عمره بود عمره بود و هیچ کس آمادگی جنگ نداشت بله ولی برای رسول الله این شایعه خیلی سنگین بود گفت که اگر عثمان و سفیر ما کشته شده ما اعلام جنگ میکنیم بله به خاطر از تک تک بیعت گرفت بیعت گرفت که کسانی که آمادگی دارن برای جنگ بیا نزدیک رسول الله پایین درختی به نام بیعت شجره بزرگی بوده در خودیبیه بود ایستاد و مسلمان‌ها ها اومدن بیعت کرد رزوان اسم این درخت بود؟ نه اسم منطقه است اسم منطقه, اسم منطقه است بله با ام تا امروز هم به نام رضوان معروف مسجدی که در اونجا هست به نام مسجد الرضوان معروف الرضوان. رسول الله صلی الله علیه و بیعت گرفت در سوره فتح این مسئله آشکار شده و واضح تاکید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم این بیعت بیعت مسئله رضوان نام گرفت یا به تعبیر قرآنی چون الله سبحانه و تعالی از اونها اعلام لقد رضی الله عن المؤمنین ادیو که تحت شجره شجر. بله ف بعد از این که از عثمان گفته شده در این بیعت بعد از این که رسول الله علیه و از همه بیعت گرفت فرمود که این دست هم به جای دست عثمان با همون دست راستش به دست چپش گذاشت که این هم بیعت عثمان بله رسول الله به جای عثمان بیعت کرد از خودش بیعت کرد از خودش بیعت بله بیعت گرفت چون متاکد بود شخصی که فرستاده بود عثمان یکی از کسانی بود که واقعا پیشگامان صدر اسلام بود و باعث مسلمان شدن تعداد زیادی از سران دیگر امت اسلام بله. اسلامی شده بود چند سباهی نگذشت چند روزی که از عثمان دوباره برگشت و این ماجرا به اینجا خاتم پیدا کرد در واقع سفرای قرش در واقع قرش با شنیدن این پیام سل پیام صلح از طرف رسول الله صلی الله علیه سلام سلام و سلام توسط عثمان ابن عفان احساس آرامش کرده فهمید که این بار جنگی در کار نیست و باید چیکار کرد الان رای مذاکرات و گفتمان و امثال اینها صلحو در پی گرفت در پی گرفت. بله. دیگه گفتمان های جنگی اون مبارزات جواب نداده حتما باید با گفتمان های سیاسی بریم جلو اگه موافق باشید میان برنامه فکر کنم آماده هست سن بیننده با همین میان برنامه رو خواهیم دید و خدمتون برمی کردیم از شوق و زوق آیه ها دیشب نشستم گوش ای اشکم چکید برگونه ام یارب ندارم تو شی با گریه های نیم شب با کل باری از گناه او مدبسو باذكر يا دو اشكو اه اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور, غفور. شرمند ای خدا چشمان من خیره شده در دام شیطان و حواس افتادم و غافل شدم در اوج آسیان و گناه از غافل شدم اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي يا غفور غرقِ گناه بودم امشب به سویت آمدم اغفر ذنوبی یا غفور با آیه هایت آمدم گفتم که من تنها شدم گفتی که من هستم قریب از رحمتت بر من ببخش ای آشنای هر غریب گفتم که من تنها شدم گفتی که من هستم قریب از رحمتت بر من ببخش ای آشنای هر غریب با توبه هایم آمدم چشم انتظار رحمتت این بنده ای آسی خود یارب مران از درگهت با تنبه هایم آمدم چشم انتظار رحمت هست این بنده ای آسی خود یارب مراد از درگه با عرض سلام دوباره خدمت شما ایزانی بیننده از این لحظه بعد شماره تماس انشالله زیر نویس خواهد شد و شما میتونید تماس بگیرید در برنامه خودتون مشارکت کنید استاد مولای گرامی ما به حالا برخی از مواردی که چه بسا برای اینکه بخوایم به درس ها و عبرت که تا اینجا رسیدیم بپردازیم یا موارد مهم یکی از اونها که حالا نظارهگر اون بودیم احترام و بگیم منزلتی که مقدسات در نزد قریش داشتن که در حقیقت این احترام منجر به این صلح شد ده. اگه در مورد این صحبت بفرمایید. نیا فرامین دینی تعلیمات آموزه های دینی اسلام همه ادیان فر نمیکنه همه ادیان برای اماکن برای ازمنه عبادتهای خودشون احترام و قدسیتی قائل هستند از اونجایی که دین اسلام گرفته شده از آیات وحی به احادیث شریف نبوی رسول الله صلی علیه سلام هست ببینید که پیامبر صلی اللہ علیه و سلام مکه رو گرامی ترین و با ارزشترین و عزیزترین بله. سرزمین و مکان می داند. بله. فرمود زمانی که هجرت بود فرمود که اگر اهلت من را از آن خارج نمی من بیرون نمی رفتم. خارج نمی شدن. بله احب البلاد الى قلبی ولی زمانی که این فرصت در اولین مورد براش یعنی اولین فرصتی که برای رسول الله علیه و سلم بعد هجرت مهیا شد بعد از چی بود غزوه بنی قریزه یا غزوه حدیبیه چیز بود خندق بود خندق که دیگه الان دشمنان سرکوب شده بودند و فرصتی برای رفتن به عمره بود و شاید این دافع اصلی سبب اصلی برای حرکت رسول الله علیه و سلام بود اینکه ترس و دلهوره در بعضی موارد بعد از زمانی که احتمال اینکه اوضاع آرام هست از قلبش بیرون کرد و به دیگران گفت بیاید بریم به عمره خب با اون چشماندازی که رسول الله علیه و سلام داشت با اون مثلا برداشت که رسول الله علیه و سلام داشت از قریش و از اهل مکه اینکه احترام زائران کعبه را دارند. ولذا وقتی که چهار ماه قمری را سلاحشون کنار میگذاشتن دشمنانشون رو محترم میشه و میگفتن اجازه بدید بیاد حتی پدر کشته ها و برادر کشته هاشون رو اجازه میدادن بیان به داخل مکه و از کعبه زیارت بکنند و ادای عمره کنند با اون و در امان باشن. با اون هم در مراسم و مناسکی که جاهلیت بودن ولی بل. میراث ابراهیمی بود و باقی مانده به اصطلاح بقایای دین توحیدی ابراهیم بود باز هم اسلام به میخواد در یک فرمایش رسول الله علیه و سلام خیلی زیبا میفرماید در سال حدیبیه که انشالله مرحله بحث در هفته آینده خواهد بود تکمله این حادثه بسیار مهم اینه که رسول الله علیه و سلام به هر بندی که میرسید میفرمود که به خدا سوگند هر چی که درش احترام عبادت و شعائرهای دینی باشد و مرا بر اون فرا بخوانند به اون تن خواهم داد بله. هر چی که لازم باشه برای محترم شمردن مکه و شعائر دینی باشد به اون تن خواهم داد ولی اون که در ظاهر مزلت بار باشد رسول الله علیه صلی اللہ به دنبال صلح و آرامشی تمام بود بله که حتی بعضی وقتها نوعی سازشکاری زیاد از حد درش تلقی می شد که شخصیت مثل عمر بن خطاب با اون تون خویش بلند میشه به رسول الله ایراد میگیره مگه ما بر حق نیستیم مگه اونها بر باطل نیستن مگر ما اگر کشته بشیم شهید نیستیم مگر اونها کشته بشن در جهنم نیستن چرا این همه دنیا، این همه سازشکاری این همه خفت و زلت چون که خیلی از صحابه هم اینو نوعی کردن آره اینو خفت و ذلت می رسول الله علیه السلام که خیر شما بهتر از من بعدها همه از اون گفته ها و اون موقعیت هایی که در حده گذشت میگفتن از زمان می فرموت که سالها ها روزه گرفتم و صدقه دادم تا اینکه اون گفته هم چیدی پاک بشه بله خب هدف رسول الله علیه السلام احترام کعبه و مقدسات دینی که قابل احترام هست در حد حوج بود که به خود قریشیان و دشمنان بفهماند که ما دشمنان دین اصیل نیستیم ما دشمنان خرافات هستیم دشمنان مم. اون انحرافاتی هستیم که امروز وجود داره ولذا لذا موحد امروز دعوتگر امروز باید این رو سرلوحه زندگی خودش قرار بده اگر با کسانی که اهل بدعت و خرافات هستند در باید جایی که امکان دارد نقطه تلاقیشون باشه به احترام و قدسیتی برای دین به شمار برود باش کنار بیاد بله نباید به معض این که مثلا من به نماز خوندن بالای قبرستان مخالف هستم به خود امامزاده مثلا چی؟ به حرمتی بشه خب امامزاده را نمیگم بلکه با اون شخصیتی که در اونجا به اسمش مناره و گنبه زده ان. بلکه نام اون به همون احترام برده شود خب سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی که از رضی خلفای است و یکی از خلفای راشدین هست و یکی از اشره مبشر است و یکی از پیشگامان اسلام اسلامه هیچ کس نمیتونه به اون کمترین به احترام بکنه شرعا درست نیست ولی آنچه که به نام این شخصیت بزرگوار امروز در نجف اشرف می شود کاملا دین جدایی است و با مسلک علی اصلا متفاوت اصلا خان همخانی ندارد بنابراین وقتی که ما به عنوان موحدان به عنوان دعوتگران موحد ندا که مسلمان ها بیدار شوید آنچه که امروز در این سرزمین میگذرد از دین و آیین ابراهیمی و محمدی و علوی دور هست به صداقت داریم میگیم بله اینه که رسول الله علیه و السلام, السلام در این زمینه قصد داشت تا حد امکان به یک صلحی دست بیابد این استاد کاگناسر الله یرحمه خدا رحمتش کنه ایشون بله. کاگناسر ایشون مقوله جالبی داره و اونم این که میگه قبل از این که بت‌های ظاهری رو بشکنیم بیایم های درون قلب مردم رو بشکنیم درسته. حالا خیلی وقتا استاد مولوی هم که شما بهش اشاره فرمودید تو جامعه پیش میاد که مردم دارن حالا یه زیارتگاه یه گنبدی یه چیزی رو پرستش میکنن نه. قبل از اینکه ما روشنگری بکنیم و حق و باطل رو برای مردم مشخص بکنیم و شرک و بدعت رو براشون تعریف کنیم و روشنگری کنیم تبیین کنیم نه. چه بسا بعضی وقتا حرکت‌های احساساتی نه. و اینکه شخص میاد قبل از اینکه هیچ دعوتی بده و ابلاغی بکنه میاد میره اونو خراب میکنه به. و چه بسا حتی تخریب اون نتیجه برعکس بده درست. بیان درستش کنم مقدس تر بشه و این شخص هم جلوی یعنی هیچ مجال هیچ گونه فعالیتی براش نمونه به. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و در مکه به ده سال تمام یا هیچ کاری با بوت ها نداشتن 13 سال 13 سال بله. تمام بله و دعوت بر روی عقیده مردم و باورهای مردم رو تغییر دادن بله. بعد از اون که زمین فراهم شد دیگه بله. رفتن سراغ بوت ها و بالاخره چون های درونی مردم دیگه شکسته شده بود بله بله یک بحث دیگری که در اینجا جلب توجه میکنه احترام بله. رسول الله علیه و جلب توجه به قضیه قربانی دادن در رای الله سبحانه و تعالی است رسول الله علیه و سلام با اینکه تازه اون تنگ دستی ها و سختی های چندین ساله مکه مدینه را پشت سر گذاشتن ولی تمام دارایی هاش و امکاناتش رو میاره برای تقدیم به این به صلاح خانه مقدس در واقع قربانی میکنه و اون هفتاد شتر شوخی نیست در یک سفر عمره هفتاد شفر یکی داره و با خودش چیکار کنه قربانی کنه بلد. و اینه که انسان مسلمان برای رسیدن به رضای حق تعالی هر چیز بیشتر پیشکش داشته باشه قربانی داشته باشه تضحیه داشته باشه بیشتر عزت و اترام پیدا میکنه نزد الله سبحانه و تعالی و اینجا بود که وقتی که یکی از سفرای قریش اومد نزدیک که عرض کردم و قربانی های عدد قربانی های رسول الله و صحابه را دید در تعجب من از زمانش بند اومد دیگه جای حرفی برای گفتن نمون با کی مخواه مذاکره کنم وارد چی, چی مذاکره دیم اینا اومدن آمره میکنن این همه قربانی با خودشون آوردن چرا جیر اینا بستیم اومد به قرش گفت والله اینا من من میبینم اینا اومدن فقط قربانی کنن اومدن امر رو انجام بدن قربانیاشون دست بسته و به اصطلاح علنگو انداخته به گردنشون و آماده هستن بسارشون بیان داخل گفت قریش گام سادگی تن در نمیداد به این جریان ها گفت که نه خیر شما میخواد ما را وارد یعنی در امر واقع شده قرار بدید که همه بهمون بخندن قرش این قرش اینقدر ساده بود تا یک سال پیش با اینا اینا رو معاصره کرده بود تا اینکه همه را از دم تیغ بگذرونه نتونست حالا اومد به همه سادگی اجازه دادن که بیام وارد خونه هاشون بشن امه. نه امکان نداره این حرف نباید از طرف ما بیرون بره تو بشین که اهل سیاست نیستی <تصفح> بنابراین اون شخص رو چیکار کردن من می‌خواستم یه درس بگیرم و اون که بله. واقعا اینه که نیا کنید اگر جایی شخصیتی موقعیتی میشه پیدا کرد که ما اون تدین واقعی را در قالب یک شعیره اسلامی در قالب یک عبادت در قالب یک مثلا حرکت دینی و اسلامی مثبت به دیگران نشان بدیم این نفاق نیست ریا هم نیست این مطلوبه مطلوبه نه. مثال میزنم اگر شما احساس کنید در یک جامعه منحرف در یک جامعه لابال در یک جامعه سست و ها. از یک قاری خوش صدا جوان استفاده کنید که بیاد مثلا شبهای رمضان نماز قیام و تراوی بخونه ممکنه بعضی بگن که این ریاست شما با هم موقعیتی که دارید با حقیقت خود و زندگی هم ملایی که در طول یازده ماه نماز میخونده بذار اون امام بشه خوشکال نداره ولی نتیجهش این میشه دیگه نتیجه این میشه که مردم فراری میشین از دین ولی یه نفر غریب آوردی غریب که نمیگم یعنی تازه وارد آوردی بله قاری قرآن خوش صدا خوش سیما جوان این میتونه مثل هر انسانی برای زندگی خودش زندگی دنیاش فکر بکنه ولی الان اومده در لباس دین در قالب مثلا دعوتگر خوش صدا زیبا و اومده در جلو مردم در محراب ایستاده مردم را با اون صدای دلنوازش کار میکنه به داره دعوت میده دلها رو نرم میکنه این چقدر میتونه مؤثر باشه این حرکت مطلوبه بله این حرکت زیباست و باید بشه اینکه رسول الله علیه الصلاه و السلام دونست وقتی فهمید آقای فلانی داره میاد گفت که شتورهای قربانی را حرکت بدید قصد چی بود ریا بود رسول اهل ریا نبود میخواست بهش بفهمونه که ما این هستیم غیر از این نیستیم ما اومدیم قربانی دارایی‌های دارایی های زندگی را آوردیم تا اینکه فدای این به صلاح خدای این کعبه اه... کنیم و احترام و مکانت یا عظمت داریم. و مکانت کعبه در نزد ما خیلی بیشتر از بیشتر شما بیشتر از اون چیزی که شما فکر کنید ما نیومدیم شما را اسیر کنیم مالتون رو به یغما ببریم ما اون که داریم هم آوردیم اینجا قربانی کنیم برای الله تا اینکه فقرا و مساکینی که نیاز دارن از اون بخورن یه نکته دیگه‌ای که در اینجا صد به نظرم میشه به. اونو فهمید و برداشت کرد ام. که من میخوام شما توضیحات بیشترش رو بدید و اونم این که یک رهبر یا یک دعوتگری که در نقش الگو هست بگیم به. رهبران دینی ما پیشوایان دینی ما دعوتگران ما زمانی که در خدمت به این دین قربانی بیشتری بدن همه چیزشون رو بر طبق اخلاص بذارن با سختی ها با کمبودها بسازند و مردم در حقیقت اینو نبینند حالا بسا در جامعه ما می‌بینیم که خیلی ها ادعای دینداری و ادعای اینکه ما پیرو حالا مکتب علوی هستیم ما پیرو محب اهل بیت هستیم مردم رو به سوی فقر و زهد و اینها دعوت میکنن اما خودشون میبینیم که اختلاس های میلیاردی دارن خودشون تو کاخ زندگی میکنن خودشون تو بهترین شرایط زندگی میکنن حالا من میخوام اینو به طور عام بگم دعوتگران و علما و اونهایی که میخوام مردم رو به طرف دین فرا بخونن الگو بودنشون در این زمینه که خودشون فداکارتر باشن در این زمینه این چه تأثیری خواهد گذاشت بر دیگران که به اینها به عنوان الگو نگاه میکنند حقیقت اینه که اسلام دین نمونه برداری است لقد کان لکم فی رسول الله حسن. حسن وقتی صحابه این موقعیت ها را احساس میکردن هرگز نمیتونستن فراموش کنن که آن کسانی به نظر من این تو برداشت من اینه که اون 1400 نفری که به تعبیر مورخین و محدثین امرای پیامبر صلی الله علیه و در بیعت در زیر شجره رضوان یا بودند موقعیت رسول الله رو تصور کنید با هفتاد شطور اومده یعنی تمام دارایش در این زمین از همه هم جلو زده از همه چطور فکر میکنید خودتون یه لحظه تصور کنید در اون موقعیت باشید آیا واقعا فداکاری کردن در رایدین بیشتر از این هست با جان و مال با تمام هستی انسان حرکت بکنه امروز مردم به دنبال نمونه های راستین یک دهورگر موحد هستند مدعیان زیادن بالای منبر و محراب در محراب نشستن و شعار دادن خیلی راکار راحتیه امروز نمونه های زیادی از از سخنانی ها و از شعاره های دینی داره بر بالای منبرها چی در نماز جمعه، در نماز عید، تر، سخنانی های عمومی داره پخش میشه ائمه ما در نمیدونم بزرگواران ما فلان ما این کار میکردن اینطور طور زندگی میکردن با این تواضع با این نمیدونم سادگی با این عدالت ولی واقعیت وقتی انسان بزر... یک بیوگرافی را در... چند ماه گذشته را نه همه زندگی چند ماه گذشته این انسان رو دوباره زیر رو میکنه پر از مقالطه است نه عدلش به اون رفته نه انصافش به اون رفته نه سادگی و بساطتش به اون رفته نه افت کلامش به اون رفته هیچیش و شعار میدی برای مردم برای چی؟ برای چی داره شعار میدی؟ این فروختن دین هست نه دعوت به دینه دین فروشیست این شعارها برای اینکه مردم رو چهار کنه بر گرده مردم سوار شدنه و این نتیجه منفی میده و چیزی که امروز جامعه ما متاسفانه در گیران هست فرار از دین از همینجا نشعت میگیرد ما میگم که ائمه ما در کمال سادگی زندگی میکردن حتی نون خشک هم بعضی وقتا نداشتن آیا واقعا ما در زندگی شخصیمون به این بسنده کردیم که به حد اقل ها نمیگیم نون خوش به حد اقل ها بسنده کنیم اون پس اندازه های میلیاردی رو کنار بذاریم و یکی بطن جامعه بریم دستمون باز کنیم ببینیم فقرهای جامعه در کجا دارن زندگی میکنن در چه موقعیتی دارن زندگی میکنن آیا واقعا تو من برمیگردم به زندگی طلبگی خودم در سالهای اولین زندگیم وقتی که شیخ زیایی رحمت الله علیه را میدیدم که با اون خستگیش با یک ماشین پیکاپ پیکاپ دو کابینه داشت از حود ش... زادگاه خودش بلند میشد با اون راه در داغون اون روز که هنوز آسفال نشده بود همه میزد از مسیر روستای ما رد میشد می رفت به بستک میرفت به لنگه می اومد به بندر خمی میرفت بندر عباس که مدرسه شده کرد در هر روستای و شهرکی که رد میشد می ایستاد می نماز جماعت می خوند سخنرانی می کرد جلو عید قربان هم که می شد دوباره می اومد میرفت به منطقه دیدبان و فلان و الی اخری که که شتو پروردیش داشتن شتو پیدا بکنه برای قربانیش و با دستان خودش قربانی می کرد با دستان خودش صدقه و انفاق میداد مگه چقدر اون درآمد داشت از دو تا خونش یک خونش اجاره ای بود در بندر عباس خب همچون شخصیتی خب واقعا محبوبیت از قلب هیچ کس بیرون نرفت حتی اگر پدرانه به کسی بدی میگفت یا تندی میکرد یا میزد با اینکه این کارو نمیکرد ولی جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده بود خدا رحمتش کنه امروز بسیاری از همین جانشینان شیخ شهید در منابر و مسارس و جاهای دیگر باید دیگه به خودشون برکده به نظر من من روی دور, نمیرم به سیاستمداران خیلی فکر نمی کنم. به دعوتگرانی فکر می کنم که در جایگاه این شهدا و بزرگواران ما امروز قرار گرفتن در جامعه ما و سعی می کنن که چیکار کنن پسنداز داشته باشن سعی می کنن که زندگی مرفعی داشته باشن سعی می کنن که بیشتر از دیگران سر باشن و میگن که ما داریم خدمت می کنیم. چرا باید از زندگیمون کم بشه بله اگر شما از زندگیتون کم نکنید اگر ما دعوتگران از زندگیمون کم نکنیم از دیگران توقع نباید داشته باشیم از جمله موارد دیگه حالا چون وقت ما هم محدود هست به. پایبندی به عهد و پیمان در حقیقت به. که اینکه عرب اون زمان به ویژه قره شما که میبینیم شگونه به عهد و پیمان و به اینکه به مذاکره و اینکه بالاخره وقتی یکی رو ببینه که بگیم با این دید به رسول الله صلی الله علیه و اینها نگاه میکردن که اینها میخوان برای حج بیان برای عمره بیان, عمره بیان. این پایبندی به عهد و پیمان و با اینکه میتونستن بگم به رسول الله صلی الله علیه و یارانش که شما بیایید و خیانت کنن غدر کنن اما در حقیقت پایبند بودن به عهد و پیمان نه. این شفاهیه. خود رسول الله علیه السلام به تعبیری که بر اگر به روایت امام بخاری رحمت الله علیه بگیریم که زل الحجه بوده شاید این هم درست باشه که شاید اومده عمره به قصد حج انجام بدهد. بله. یعنی اگر اواخر آخر زل قدر را در نظر بگیریم تا اوایل زل حجی چیز نمونده دیگه. شاید یکی از قصدهای رسول الله هم تاکتیکی بوده این که بیاد در مکه عمره را انجام بده و بعد منتظر حج بماند. در مراسم حج هم با اون حج درست انجام بده شاید این مد نظرش بوده مد نظر بوده ولی الله سبحانه و تعالی چیز دیگه تقدیر کرده بود با اون این که در این مرحله وارد جریان دیگه بشن ببینید از این که رسول الله علیه سلام از سیاست مداران قریش که دنیا دیده بودند و میدانستند که واقعا احترام مواسیق دارند و احترام سفیر دارند این توقع را داده بود که این دل ها رو که با اینکه دشمن هستن، با اینکه بر جاهلیت هستن، با اینکه خونشی بین آنها هست، ولی احترام این مواسق رو دارن. بله. احترام این مواسق رو دارن. ولی سفیری که فرستاد با خیلی راحت فرستاد. بله. چون میدونست که سفیر، بسیارات سفیرش رو قتل نمی‌کنن، خیانت نمیکنن خواست عمر را بفرسته ولی حضرت عمر از خودش ترسید اقدام گفت بنی عدی که خاندان من اصلا در مکه کسی ندارم بزرگ نیستن همشون هجرت کردن کسی نیست که من در جوار اونها برم اینجا بود که عثمان را پیشنهاد داد رضی الله تعالی عنه یعنی حضرت عمر پیشنهاد داد که عثمان بره بهتره چرا چون عبان بن سعید بن العاص بنی امش در اونجاست اموی هست از بزرگان و محبوبین هست به در جوار اون وارد مکه شد و رفت خواست عمره بکنه فکر کنم اینطور که من روایتی که در قبلا خوندم الان دقیقا یادم نمیاد میاد که به اجازه عمره را هم به عثمان بن عفان دادن ولی رسول الله ولی حضرت عثمان اینو قبول نکرد گفت بدون رسول الله عمره انجام نمیدهم اومدن فقط با شما مذاکره کنم بله این در منابع سیرت اومد که شون راضی نشد, راضی نشد بدون رسول الله چون من قبلا فکر کنم گفتن که عمره انجام داد یاد اومد که نخیر اجازه عمره را بهش دادن که برو وارد مکه کعبه شو و, و عمره انجام بده چه عمره کردن یه تواف هست و سعی به این صفا و و حلق بست یا تقصیر اه. ولی حضرت عثمان این را نپذیرفتن گفتن خیر امکان نداره من بدون از, از پیام صلی اللہ علیه عمره انجام بدم من بره. سفیر هستم از جانب اومدم با شما مذاکره کنم که ما اومدیم برای عمره اجازه میدید یا نمیدید و اگر نمیدید ما اومدیم تا صلح و صفا و امنیت و این ما برقرار باشد بین بی فکر هم باشید خداحافظ برگشتن اه. باید. شما به قضیه به اترزوان اشاره فرمودید و آیه‌ای که خداوند در سوره فت در منزلت صحابه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت شجره فضیلتی که الله متعال برای صحابه در این آیه برانتاره. یکی از زیباترین آیات قرآنی که فضیلت صحابه کرام رضوان الله علیهم رو محک میزند و زبان زد عام خاص هست و سراحت است آیات محکمات قرآنی هست این آیه است لقد رضی الله به الله تبارک و تعالی اینم رضایت کرد بله. عن المؤمنین از مؤمنینی که اسمشون با م... صفت با ایمان, ایمان با آور. صفت ایمان از اونها برده اذ یبایعون تحت, تحت الشجر آن هنگامی که از تو با تو بیعت میکنن تحت درخت گفتش درخت کنار بزرگی بود درخت مثل بزرگ در کنار که بعدها در حد عمر بن خطاب رضی الله هم شد و به جای اون آبادی هایی درست شد که امروز هم در اونجا مسجدی هست <applause> <applause> اذ یبایعونه که تحت شجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل الله سکینته علیهم ایدهم به لم تروها این آیه یکی از محکمترین و زیباترین آیات قرآنی در تمجید و تحسین صحابه و بیان فضیلتشون است و بلیزا محدثین در کتب رجال وقتی بله. که ترجمه یا همون بیوگرافی صحابه را می نویسن طبق بندی می میگن که عشره مبشره هست در رده نخست قرار داره بله یا اهل بدر هست در درجه بعدی یا اهل احد هست یا خندق است یا بیعت رضوان این رده بندی میکنن یکی از رده هایی که امتیاز داره به بیعت... اهل بیعت رضوان هست و لذا تمام اونها بدون هیچ گونه شک و تردید الله تبارک و تعالی ازشون اعلام رضایت کرده و ازشون خوشنود هست تا قیام قیامت و در جایگاه خاص خودشون در بهشت برین هستند از رسول الله علی علیه و سلم و صحابه کرام در حقیقت خلفای راشدین هم جز بیعت کنندگان رضوانند درسته بله کسانی هستند که هم از همه امتیازها برخوردارند یعنی وقتی که ابوبکر و عمر و عثمان را نام میبرید و طلحه و زبیر و عبدالرحمن عشر مبشره اینا هم عشر مبشره هستند هم اهل بدر هستند هم اهل احد هستند هم اهل بیعت رضوان هستن ببینید یک شخص ممکنه چندین مدال داشته باشه و از دلست. همه جا امتیاز داشته باشه بله. الله خیر آسان مولای ایرامی دلست. دلست. تشکر ممنون از وزورتون و ایزان بیننده همه شما را به الله متعال می سپاریم الله یار و نگهدار همتون سربلند دنیا و آخرت داشت. خسته نماشید سلام علیکم و